یه سوال علمی بکنیم. چرا من امام زمان علیه السلام رو صدا بزنم نباید حضرت جواب بده؟ من بر ایشون نمیخوام وظیفه بار کنم، نه، سوالم اینه ایشون چرا جواب نده؟ که ما فوری اول انگشت اتهام رو به سوی حضرت میگیریم، بعد راحت صدا نمیکنیم. چرا صدا کنیم جواب نمیده؟ نستجیر بالله نمیشنود، بلد نیست پاسخ بده، بخیل تو پاسخ دادن. بابا اقلن یه بله که میگه، چی میگی؟ چی کار داری؟ حالا حاجت تو یه چیزیست که صلاحت نیست. خب باشه، جواب که میدن. مجیب بودن یعنی همین دیگه. مجیب بودن معناش این نیست که حاجت من رو روا بکنه که. بابا صداد میزنم جواب بده دیگه. من این باور ندارم. باور رسمی این باور من ندارم. چرا ندارم؟ من یه زمان ائمه علیهم السلام این گونه بود که هر کس حضرت رو همونجا میدید صدا میکرد جواب میگرفت، یا امام ولی من است و ولی همه در هر لحظه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. چی میخواد بگی؟ میخواد بگه امام زمان علیه السلام، ائمه علیهم السلام، اینا اولیاء من هم. امام زمان امام منه، ولی منه، سرپرست منه، بزرگتر منه، سید منه، آقای منه، مولای منه، به من رسیدگی میکنه، به من توجه داره، مرا میبیند، مرا میشنود. شما زیارت امام رضا علیه السلام میرید سند امضا میکنید، تسمع و مقامی تراد دو سلامی. این راست یا دروغه؟ آمد پیش حضرت گفت شما اون برای دیوار رو میبینید؟ گفت اگر ما نبینیم که امام شما نمیشیم که. هیچ یک از احوالات ما بر امام زمان علیه السلام پوشیده نیست، مطابق فرمایشی که خود حضرت فرمودن، مطابق آیه قرآن و روایت اهل بیت علیهم السلام. این وضع ایمان منه تو شرایط غیبت، یعنی گویی که من به غیبت تن در دادم و بیشتر از اون چیزی که بود من دارم بیخیالی تهی میکنم و خوشی میکنم.